اول اینکه من در تاریخ سراغ ندارم که من سراغ ندارم شاید هم باشه که تمام دنیا اونطور که علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج شدن جایی بسیج شده باشه. هیچ جایی در تاریخ وجود نداره. حتی در مورد سوریه هم روسیه، ما، تا حدودی چینی ها کمک میکردن، اما در مورد جمهوری اسلامی شرق و غرب با هم متحد شدن علیهش، علیه انقلاب اسلامی. 8 سال مظلومانه 220,000 تا شهید دادیم، خیلی مظلومانه. اون موقع این رسانه ها نبود، اون موقع این موبایل ها نبود که مظلومیت بچه های ما مخابره بشه. فراموش نخواهیم که از تجزیه طلبایی که با موزاییک دیدن. با در قوطی کنسرو، من پدر خودم نظامی بازنشسته است، ارتشی بازنشسته است، میگفت سرباز ما رو با در قوطی کنسرو و در قوطی کنسرو هم گذاشته بودن بغل که بفهمیم با این سر بریم. اون موقع یوتیوب نبود، اون موقع اینستاگرام نبود، اون موقع توییتر نبود، اون موقع این شبکه‌های اجتماعی نبود که اینا مخابره بشه. فراموش نمی‌کنیم اگر در پارسال اتفاقاتی در کشورمون افتاد، یکی دو نقطه از کشورمون شلوغ شد، کمی غرب کشور تو کردستان شلوغ شد، همزمان آذربایجان به هم ریخت، خوزستان به هم ریخت، کردستان به هم ریخت، ترکمن صحرا به هم ریخت، جنوب کشور به هم ریخت، بلوچستان به هم ریخت، همه اینها تو امان، در حالی که گروه گروه مسئولان و پایه‌ها و ستون‌های کشور رو هم ترور می‌کردن. 70 نفر یک جا، چند نفر یک جا، تئوریسین‌های انقلاب دونه دونه زده شدن، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح. این چیز عادی نیست، این چیز عادی نیست. ماندن این انقلاب خودش معجزه است. ماندن این انقلاب، یعنی من جمهوری انقلاب اسلامی رو مثل عصای و حضرت موسی میبینم، مثل یک پاسخ الهی به کفر جهانی میبینم که هر بلایی سر ما آوردن سرشون اومد. عجیبه. اصلا من به دوستان یا هر موقع اتفاق تو کشور میفته میگم منتظر باشید تا یه سال دو سال دیگه ببینید تو کشور خودشون اتفاق میفته. در اینجا خانومی سکته کرد در مقابل دوربین، کشور ریخت به هم، کشور ریختن به هم. سال بعد دقیقاً پسر نوجوانی توسط پلیس فرانسه با گلوله مستقیم کشته شد، از مهاجران فرانسوی. کل مملکتشون ریخت به هم. دیروز کاری کرده بودن که پرچم جمهوری اسلامی ایران توهین بشه، امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران تو دانشگاه‌های امریکا میره بالا. یه وقت این کف روی آب، این قصه ها، این گرد و غبار شما رو سست نکنه ها. اصل اتفاق داره پیش میره.